گلاسیا سلام، من دوباره اومدم تا دل و رودتون رو به هم بریزم. این بار با یکی دیگه از فیلمایی که توی دنیای ترسناک و اسلشر انقلاب کرد، یعنی فیلم اره قسمت اولش. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید چون وقتتون رو نمیگیره، ولی تو آینده کانال من خیلی تاثیر میذاره. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های حال به هم زن فیلم هم باشه. فیلم با نمایش مردی شروع میشه که توی وان همون به هوش میاره، با وحشت از جاش بلند میشه. این وحشت باعث میشه یک کلیدی که اونجا روی وان هستش توی چاه بیفته و بره پایین. پای این مرد با زنجیر خیلی محکمی بسته شده و توی یه سرداب خیلی درب و داغونی هم زندانی شده. چراغای سرداب کم کم روشن میشن و این مرد که اسمش آدام هست کمی طول میکشه تا به نور عادت کنه و دور و برش ببینه. اون سمت اتاق مرد دیگه‌ای به نام گوردون مثل آدام زندانی شده و به شدت توی شوک و استرس. وسط اتاق مرد دیگه‌ای افتاده که مغزش پاشیده کف زمین و انگار با تفنگ توی دستش خودکشی کرده بوده. تو دست دیگه‌اش هم یه دستگاه ضبط صوته. گوردون سعی میکنه با آدام صحبت کنه، اما اون که هنوز شوک و نگرانی جوابی نمیده. گوردون آرامش بیشتری داره و همچنان سرداب رو بررسی میکنه. میگه کسی که ما رو دزدیده حتما یه دلیلی داره که زنده نگهمون داشته و تنها چیزی که تو اتاق توجهش رو جلب میکنه یه ساعت دیواری خیلی سالم و شیکه. یعنی هر کسی که دزدیدهشون میخواسته اونا از ساعت با خبر باشن. هر روز زندانی شروع به گشتن جیباشون میکنن بلکه چیزی پیدا بکنن. آدام تو جیب عقبش یه نوار صوتی پیدا میکنه که روش نوشته منو پلی کن. گوردون هم تو جیباش یه نوار مشابه، یه کلید و یه دونه گلوله پیدا میکنه. گوردون به آدام که یه جوری دستگاه صوتی که دست مرده وسط اتاق رو بردار تا نوارا رو گوش کنیم و آدام هم بعد از کلی تلاش موفق بشه دستگاه رو سمت خودش بیاره. آدام اول نوار خودش رو پلی میکنه. صدای وحشتناکی پخش میشه که بعد از توضیح دادن اینکه توی یه بازی هستی به آدام میگه این اتاق همون جاییه که تو میتونی توش بمیری و توضیح دیگه ای هم نمیده. گوردون هم نوارش رو پرت میکنه تا پلی شه و همون صدای مشابه براش توضیح میده که تو باید تا رأس ساعت 6 آدام رو بکشی و یعنی زن و بچت کشته میشن. یه نکته کلیدی هم توی صحبتاش هست که میگه ایکس بهترین جا برای فشاره. گوردون دستگاه صوت رو میگیره و یه بار دیگه به آخرش گوش میده، جایی که همون صدا خیلی آروم بهش میگه دنبال قلبت برو. اطراف اتاق رو نگاه میکنن که روی یه توالت علامت قلبی کشیده شده. آدم دستش توی توالت رو کثافت میکنه اما هیچ چیزی اونجا نمیبینه. بعد قسمت بالای توالت رو میبینه که یه پلاستیک توش گذاشته شده. آدم از توی پلاستیک دوتا اره برمیداره و یکیشو میده به گوردون و بقیه پلاستیک رو یه گوشه برای خودش قایم میکنه. هر دو سعی میکنن با بریدن زنجیر خودشون رو آزاد کنن، اما اره ها اونقدر ضعیفن که هیچ اتفاقی نمیفته. دکتر میگه اون از ما میخواد پاهامون رو ببریم نه زنجیر رو، برای همین بی خیال قضیه میشن. گوردون با نگرانی شروع به صحبت میکنه و میگه فکر کنم این بلا رو قاتل سریالی سرمون آورده که این روزا خبرش همه جا پیچیده. قاتل سریالی به اسم جیکسا که بعد از کشتن قربانیاش قسمتی از پوست اونا رو شبیه به تیکه های پازل میکنه و با خودش میبره. فیلم فلش بکی به قبل تر میزنه. اینجا مردی به اسم پال رو میبینیم که وسط تعداد زیادی سیم خاردار گیر کرده و از خونریزی مرده. پلیسا به صحنه قتل رسیدن و اونجا نوار صوتی پیدا میکنن. توی نوار قاتل که حالا میدونیم همون جیکسا، برای پال توضیح میده که میخوایم یه بازی بکنیم. تو هیچ امیدی به زندگی نداشتی و با تیغ رگ خودتو بارها بریدی. حالا 2 ساعت وقت داری از میون این همه تیغ رچی تا خودتو آزاد کنی، وگرنه در این اتاق تا ابد قفل میشه و هیچ کس هم پیدا نمیکنه. مشخصه که پال موفق نشد و جونش رو از دست داده. یکی دیگه از قربانیای جیکسا رو میبینیم که بازی اونم این بوده که یه شمع از روی میز بردار و روی دیوار دنبال ترکیب عدد درست برای قفل گاف صندوقی بگرده که پادزهر سم که توی بدنش رو پیدا بکنه. نکته اینجاست که بدن این مرد کاملا با ماده اشتعالزایی پوشیده شده و کوچکترین برخوردی با آتیش اونو کامل میتونه بسوزونه. سختی کار فقط این نیست و پر بودن کف اتاق از خورده شیشه عملا راه رفتن غیر ممکن میکنه و به همین دلیل هم این فرد در آخر کاملا میسوزه و کشته میشه. پلیسا که این صحنه قتل دومو بررسی میکنن یه خودکار رو جا میبینن که اسم دکتری اون هک شده. چه دکتری؟ آفرین، همین دکتر گوردون که الان قربانی جیکسا. پلیسا به بیمارستان میرن که گوردون کار میکنه. پرستار دیگه به اسم زپ دکتر رو صدا میکنه و میگه پلیسا کارت دارن. کاراگاه تپ و کاراگاه سنگ دو مسئول رسیدگی به پرونده های قتل جیکسا هستن و از گوردون بازجویی میکنن که چرا خودکارش اونجا بوده. اون هم هیچ توضیحی برای این قضیه نداره و بعد از بررسی زمان قتل میفهمن دکتر کاملا بیگناه و اون موقع خودش بیمارستان بوده. با اصرار دکتر تنها قربانی این قاتل سریالی که تونسته از بازی خودی زنده بیرون بیاد و میارن تا با گوردون حرف بزنه. این قربانی که اسمش آماندا یانگ هست بازی که جیکسا برای ساخته بوده رو توضیح میده. آماندا چشمش باز کرده و دستگاه عجیبی که مثل تله خرس به کلش وصل شده بوده رو میبینه. صدای جیکسا پخش میشه که میگه باید با چاقوی کنارت بدن آدمی که کنار بیهوشه رو پاره کنی و کلید مربوط به این دستگاه رو در بیاری و اگرنه تا 60 ثانیه دیگه این دستگاه فعال میشه و جمجمه رو به شکل وحشتناکی خورد میکنه. قسمت ترسناک قضیه اینجاست. آدمی که کنار آماندا رو زمین افتاده در واقع نمرده و فقط با دوز خیلی بالایی از دارو به بیهستی کامل رسیده و نمیتونه خودش رو هیچ حرکتی بده، اما تمام دردی که بهش وارد شده رو حس میکنه. مشخصه که آماندا هم شکم طرف پاره میکنه و موفق میشه خودش رو نجات بده. جالبه که وقتی از آماندا میپرسن چه حسی راجع به این قضیه داری، میگه جیکسا من یه شانس دوباره زندگی داد. بعد از اون قضیه من خیلی امید به زندگی پیدا کردم چون فهمیدم که باید قدر هر لحظه از زندگیمو بدونم. دوباره به زمان حال برمیگردیم. این بار آدام به هم میریزه
چون معتقد گوردون دوز دست خودش قاتل سریالیه. یه لحظه آدم متوجه شیشه شکسته شده میشه که یه آینه ای دو طرف است. با تعجب آینه دیگه که باقی مونده رو هم میشکنه و هر دو متوجه دوربینای امنیتی توی اتاق میشن که اونجا پنهان شده. یعنی هر کسی که دزدیدهشون تمام این مدت زیر نظرشون داره. سکانس بعد مانیتور میبینیم که تصویر دوربینای امنیتی رو نشون میده و مرد ناشناس پشت مانیتور نشسته. با وجود دوربینا به آدم ثابت میشه که گوردون هم بیگناه و خودش قربانی این قضیه است. گوردون شروع به صحبت از خانواده‌اش میکنه و دوباره فلش بک میزنیم به آخرین باری که زن و بچه‌ش رو دیده. دختر گوردون یعنی دایانا پیش مادرش الیسون میاد و میگه یه حیولا توی کمدم و ترسیدم. الیسون دخترش پیش گوردون میاره که همچنان مشغول کاره و گوردون هم میگه خودم بچه رو میخوابونم. برم دایانا رو به اتاقش میبره و میخوابوندش و میگه که این فقط یه توهم بوده و هیچ کسی توی اتاقت نیست. بعدم به اتاق دیگه میره و با الیسون دعوایی میکنه که چرا همش در حال کار و توجهی به زن و بچه‌اش نداره. الیسون به شوهرش شک داره که شاید با کس دیگه ای در ارتباطه. به زمان حال برمیگردیم. گوردون کیف پولش رو میندازه برای آدم تا عکس زن و بچه‌شو بهش نشون بده. آدم متوجه عکس دیگه ای از زن و بچه گوردون میشه که با تناب بسته شدن، اما برای اینکه گوردون رو نگران نکنه چیزی بهش نمیگه. به همون زمان دعوای گوردون و همسرش برمیگردیم که بعد از بیرون رفتن مرد از خونه توی کمر دایانا واقعا یه نفر قایم شده و یه دفعه میاد بیرون تا بچه رو اسیر کنه. مامان بچه رو همینطوری میگیره و جفتشون رو به هم میبنده. بعد میره دم پنجره تا بیرون رو ببینه و متوجه میشیم کاراگاه تپ که زمان شروع پرونده از گوردون بازجویی کرده بود توی خونه روبروی ساکن شده و دور و برش پر از اطلاعات مربوط به این پرونده است. اون خونه گوردون رو مدت‌ها زیر نظر داره چون معتقده که اون همون جیکسه. زمان به عقب‌تر برمیگرده. کاراگاه پس از بازجویی دکتر به پاسگاه برمیگردن تا فیلمی که از جیکسا توی صحنه قتل آخر بوده رو بررسی بکنن. با دقت کاراگاه‌ها متوجه صدای آژیر خطر میشن که توی بک‌گراند صدا پخش میشه. با توجه به علامتی که روی دیوار پشت سر مجسمه جیکسا هست، موفق میشن آدرس یه انباری رو پیدا بکنن که همه این شرایط باهاش جور در میاد. اونا سریع به محل میرن و در حین بررسی متوجه یه قربانی دیگه میشن که به صندلی بسته شده. همینطور عروسک جیکسا که توی فیلم قبلی بوده رو هم میبینن. همون لحظه صدای در میاد و سریع ملافه رو روی قربانی برمیگردن تا جیکسا متوجه حضورشون نشه. مردی با شنل مشکی میاد تو، قبل از اینکه کاراگاه بتونن بگیرنش، تله‌ای که قربانی بهش بسته شده رو فعال میکنه. کاراگاه تپ سریع تفنگ رو روی قاتل میگیره و کاراگاه سنگ سعی میکنه قربانی بعدی رو نجات بده. قربانی که هر لحظه ممکنه میخای تله مغزش فرو بره. اون موفق نمیشه و لحظه مرگ قربانی حواس کاراگاه تپ پخش میشه و اون لحظه جیکسا از فرصت استفاده میکنه و با تیغی که به دستش بسته رای گردن کاراگاه تپ رو میزنه و کاراگاه سنگ هم مجبور میشه به دنبالش بدوه. توی این تعقیب و گریز پای کاراگاه به سیم مخفی که قاتل بسته گیر میکنه و قربانی تله بعدی جیکسا میشه. جایی که به محض بریده شدن سیم گلوله از چند تفنگ شاتگان شلیک میشه و صورت و مغز سنگ کلا میپاشه. جیکسا هم فرار میکنه و کاراگاه تپ با دیدن مرگ همکارش تصمیم میگیره هر جوری که شده این قاتل رو به دام بندازه. برای همینم هست که الان خونه یک دکتر گوردون رو همچنان زیر نظر داره. به زمان حال برمیگردیم. همون مرد که پشت مانیتور نشسته بود و آدام و گوردون رو زیر نظر داشت رو میبینیم و میفهمیم این همون زپ هست. پرستاری که توی بیمارستان با دکتر گوردون کار میکرد و اول فیلم یه بار دیدیمش. اون همون کسیه که خانواده گوردون رو گروگان گرفت و میتونیم بگیم اینجا همون قاتل اصلی ما زپه. به سرداب میریم. گوردون ایده ای رو به آدام میگه و با خاموش کردن چراغ ها علامت ایکس رو تو قسمتی از دیوار میبینن. همون ایکسی که جیکسا توی نوار به گوردون گفته بود. اون سر دیوار رو میشکنه و جعبه ای رو توی اون پیدا میکنه و با استفاده از کلیدی که اون اول بهش رسیده بود جعبه رو باز میکنه. توی جعبه دو نخ سیگاره و نامه ای هم توش هست که نوشته شده این سیگار هیچ خطری نداره، ولی اگه با خونی که کنار مرده توی سرداب قاطی بشه سم شدیدی تولید میکنه. لازم نیست آدم رو با تفنگ بکشی و میتونی از این برای کشتنش یواشکی استفاده کنی. تلفنی هم توی جعبه هست که فقط تماس‌های دریافتیش فعاله. گوردون حرفی از سیگار با آدم نمیزنه و فقط یه لحظه یادش میاد که چجوری به اینجا رسیده. یادش میاد شب قبل بعد از دعوا با همسرش توی پارکینگی هست که یه لحظه متوجه فلش یه دوربین میشه، اما کسی رو تو پارکینگ نمیبینه. چند لحظه بعد شخصی با ماسک وحشتناک خوک از پشت بهش نزدیک میشه و اونو بیهوش میکنه و وقتی چشم باز میکنه توی این سردابه. آدم و گوردون دوباره حرف میزنن و آدم توضیح میده که به خاطر کارش راجع به دوربین‌ها اطلاعات زیادی داره و دوربین امنیتی که توی این اتاق فقط تصویر رو انتقال میده و قاتل صدامون رو نمیتونه بشنوه. از طرفی آدم عکس زن و بچه گروگان و گوردون رو بهش نشون میده و اون که نگرانش هزار برابر میشه تصمیم میگیره با استفاده از سیگار آدم رو بکشه تا خانواده‌اش رو نجات بده. گوردون خم میشه و یکی از سیگارا رو به سم آغشته میکنه، جوری که مطمئن شه کسی که پشت دوربینه میبینتش رو همون لحظه چراغ رو یه دفعه خاموش میکنه. بعد سیگار سمی رو با سیگار سالم جابجا میکنه و خیلی آروم به آدم میگه ادای مردن رو در بیار. چراغا روشن میشه و آدم به مسخره ترین شکل ممکن وانمود میکنه به خاطر سیگار داره میمیره. به محض افتادنش رو زمین یه دفعه جریان شدید برقی از زنجیر به بدنش منتقل میشه و این دروغشون خیلی ساده لو میره. تو این لحظه آدم فلش بک به گذشته میزنه تا یادش بیاد چجوری دزدیده شده. آدم وارد آپارتمان خودش شده. این مرد کارش عکاسی و وقتی وارد چاپخونه میشه عکس رو به دیوار میزنه که در کمال تعجب میفهمیم عکس دکتر گوردونه. چند ساعت بعد آدم با صدای از خواب بیدار میشه و سعی میکنه با فلش دور
دوربینش بفهمه کی تو اتاقه. اول از رک جیکسا رو میبینه و وقتی میخواد تو کمدش رو ببینه، همون شخص با ماسک خوک سری بیهوشش میکنه و اونو به سرداب میاره. به زمان حال میایم. کلا 23 دقیقه به پایان وقت گوردون باقی مونده. تلفنی که دست گوردون زنگ میخوره. دخترش دایانا پشت خطه و گریه میکنه و بعد همسرش الیسون تلفن رو میگیره و با استرس و نگرانی به شوهرش اخطار میده که آدام تو رو کامل میشناسه و داره بهت دروغ میگه. گوردون با عصبانیت سر آدام داد میزنه تا حقیقت رو از زیر زبونش بکشه. اونم که عصبی میشه، پلاستیکی که اون اول قایم کرده بود بیرون میاره و توش پر عکس از گوردونه. آدام توضیح میده اون کسی که نصف شب توی پارکینگ از عکس گرفته بود منم. قبل ترش هم من دیدم که با زنت دعوا کردی و رفتی به یه هتل تا با منشی خودت رابطه جنسی برقرار کنی. میفهمی که گوردون به زنش اون شب میخواست خیانت کنه و وقتی به اتاق هتل میره تا با منشیش رابطه برقرار کنه، تلفن یه دفعه زنگ میخوره و یه نفر از اونور خط میگه من میدونم داری چه کارایی میکنی. آدام به حرفش ادامه میده، میگه من توسط کارگاه تپ استخدام شدم، اون به مدت هاست پول میده تا تو رو تعقیب کنم و ازت عکس بگیرم چون فکر میکنه تو همون قاتل سریالی یعنی جیکسایی. آدام و گوردون بحثش میشه و آدام میگه تو فقط ناراحتی چون من دیدم به زنت خیانت کردی، اما بهتر بدونی اصلا برام هیچی مهم نیست و فقط اون کارو به خاطر پول کردم و نمیخوام به زنت چیزی بگم. خونه گوردون رو میبینیم، زن و بچهش موفق میشن خودشون رو آزاد کنن ولی سر جاشون میشینن که زب نفهمه. ساعت 6 میرسه، زب میره پیش الیسون و میگه شوهرت بازیو باخت، ولی قبل از اینکه بتونه شلیک بکنه الیسون تفنگشو میگیره و اونو زمین میندازه. زن دیوونه جای اینکه زب رو بکشه سری به تلفنی که دست شوهرش زنگ میزنه و موقع صحبت حواسش پرت میشه و همین کافیه تا زب بهش حمله کنه و تفنگشو پس بگیره. صدای شلیک گلوله میاد و کارگاه تپ که خونه رو زیر نظر داره متوجه صدا میشه. اون سری به آپارتمان گوردون میره و به زب حمله میکنه. همین کافیه تا زن و بچه موفق شن فرار کنن و زب هم سوار ماشینش میشه تا از دست کارگاه در بره، اما اونم میوفه دنبالش. جالبه که زب اصلا دنبال زن و بچه‌ش نمیره، انگار کلا نمیخواسته اونا رو بکشه. توی سرداب گوردون با شنیدن صدای شلیک گلوله فکر میکنه زن و بچه‌ش کشته شدن و حال خیلی بدی پیدا میکنه. موقع داد و فریادش برق شدیدی به تنش وارد میشه و همونطوری که قبلتر برای آدم اتفاق افتاده بود رو زمین میفته. وقتی شوک الکتریکی تموم میشه با گریه و زاری میشنه و بدون توجه به حرفای آدم که سعی میکنه آرومش بکنه، اره رو میگیره رو پای خودش تا از ساق اونو قطع بکنه. بیرون از سرداب کارگاه تپ تعقیب رو ادامه میده تا زب وارد ساختمون میشه. اونجا با هم درگیر میشن، اما در کمال ناباوری زب برنده میشه و با شلیک گلوله کارگاه رو میکشه. دوباره سرداب رو میبینیم، دکتر گوردون که حالا پای خودش رو بریده و آزاد شده خودش رو به سمت جنازه وسط اتاق میکشه و تفنگش رو برمیداره. گلوله که داره رو توی اون میذاره و بدون توجه به زجه‌های آدم بهش شلیک میکنه. همون لحظه در سرداب باز میشه و زب با تفنگش میاد داخل. تفنگ رو به روی گوردون نشونه میگیره و میگه خیلی برای این کار دیر بوده، ساعت از 6 گذشته و من فقط باید تو رو بکشم. اما قبل از اینکه شلیک بکنه یه دفعه میفهمی آدم هنوز زنده است. با حمله به زب اونو میندازه زمین و با سنگ توالت انقدر به سرش میکوبه که کلا جمجمش خورد میشه. گوردون و آدم کنار هم، گوردون میگه من دارم از خونریزی میمیرم، باید خودمو بکشم بیرون و قول میدم برات کمک بیارم. آدم التماس کنه که نرو، اما گوردون میگه تنها راهمون همینه. گوردون از اتاق میره بیرون و آدم شروع به گشتن جیب زب میکنه. در کمال تعجب یه ضبط صوت توی جیبش میبینه و اونو پلی میکنه. صدای جیکسا پخش میشه. اینجا میفهمیم خود زب هم یکی از قربانیای اون بوده. جیکسا توی نوار میگه میخوام یه بازی بکنیم، سمی توی خونته که تا چند ساعت دیگه تو رو میکشه، تو باید خانواده گوردون رو گروگان بگیری و از مانیتور اونو زیر نظر داشته باشی. اگه تا ساعت 6 همسلولیشو نکش باید خانواده رو آزاد کنی و بری توی سرداب و اونجا گوردون رو به قتل برسونی تا پالت زهری که برای زنده موندنت لازمه رو از من بگیری. آدم هنوز سوشو که چون اگه زب همون جیکسا نبوده پس کی این کارا رو کرده و کی همه چیشون، حتی نقشه‌ای که تو تاریکی با گوردون کشیدن رو زیر نظر داشته. که همین لحظه مردی که تمام این مدت وسط اتاق مرده بود از جاش بلند میشه. این مرد هم قاتل سریالی ما یعنی جیکسا، مردی به اسم جان که همون اوایل فیلم دیدیم یکی از مریضای تو بیمارستان بود. جان با آدم میگه کلید زنجیر توی وان همونه که آدم یارش میاد همون وقتی به گوش اومده بود از هول و استرس کلید توی چاه انداخته. اون سری از در سمت جان نشونه میگیره، اما اون که خیلی باهوش‌تره با کنترلی که توی دستش شوک الکتریک شدیدی به آدم میزنه. بعدم میره سمت در سرداب، با آدم میگه گیم اوور و درو کامل میبنده تا آدم همونجا بمونه و تو تنهایی بپوسه. جیکسا با ایدئولوژی ترین و خفن ترین قاتل سریالی هست که توی سینمای هالیوود وجود داره. اون فقط آدمایی رو دستگیر میکنه که یه گناهی تو زندگیشون کردن و نیاز دارن یه راه جدیدی برای زندگی پیدا بکنن. اون بهشون یه شانس میده تا زندگی درست رو انتخاب کنن و اگر تو این شانس موفق نشن به قتل میرسن. آدم گناهی نکرده بود، برای همین خیلی راحت میتونه زنده بمونه، فقط باید خودش رو کنترل میکرد و آرامشش رو نگه میداشت. گوردون آدمی بود که به زنش خیانت میکرد و خیلی کارهای دیگه انجام میداد، برای همین باید از این شانس استفاده میکرد تا بتونه همه چیز رو درست بکنه. با بررسی هر کدوم از قربانی جیکسا میتونیم بفهمیم که چرا به اینجا رسیدن و چرا جیکسا اونا رو انتخاب کرده. توی هر کدوم از قسمت ها آدم های مختلفی وجود دارن که میتونیم ساعت ها راجبشون حرف بزنیم. منتظر قسمت های بعدی باشید. توی کانال سابسکرایب کنید و کامنت یادتون نره. روزتون هم گیلاسی.